هرچه که کتاب خوندیم، هرچه که جوامع مختلف رو مورد بررسی قرار دادیم، هرچه که انقلابات جهان رو مورد بررسی قرار دادیم، هرچه که جامعه خودمون رو بازگشایی کردیم، متوجه زیر و بالا و پایین شدیم، ما هیچ جای دنیا ندیدیم که کسی بخواد در واقع حکومتی رو سرنگون بکنه و همش با شو و به قول معروف با بازی باشه. در صورتی که من برای من مثل روز روشنه که ملت ایران هیچ کس رو نداره و این گونه هم مبارزه به جایی نمیرسه و من امیدوارم اگر کسانی صدای من رو میشنون لااقل به هموطنان درون میهن بگن آقا گول کسی رو نخورید. اگر روزگاری ملتی خواست سربلند بشه، خواست مبارزه بکنه، این مبارزه باید همه جانبه باشه و این مبارزه باید رهبری بشه، این مبارزه باید هدف داشته باشه، باید ابزار مبارزه در اختیارش باشه و کمترین ابزاری که میتونه یک مبارز داشته باشه اینه که در ارتباط مردمش قرار بگیره و بتونه مردم رو در زمانی که بخواد بسیج بکنه. و ما با اینکه تمام دردهای این سرزمین رو باز کردیم و تمام مشکلات این تاریخ رو باز کردیم و مشخص کردیم که از کجا این سرزمین دوچار مصیبت شده، نه کسی حاضر به این به قول معروف سخنان بهایی بده، نه کسی حاضر گوش بده و نه به قول معروف کسی حاضر وارد این میدان مبارزه به طور جدی بشه مگر کسانی که میخوان این در واقع دومل چرکینی که جمهوری اسلامی در طی تاریخ به وجود آورده با یه سوزن چرک و خونش رو در بیارن که نرسه و به جایی این مبارزه نتونه بیانجامه. همه هدف به این سمت در واقع توجه داره و هدف اینا در واقع همش همینه که مبارزه ای شکل نگیره و کسی نتونه چیزی رو سازمان بده و موفق هم شدن تا به حال. و علت این که من فریاد این رو میزنم که واقعا خردمندان این سرزمین باید وارد این میدان بشن برای اینه که مردم ایران، خب اینان دیگه، شما 5 دقیقه پیش از همین رادیو صدای اون خانم رو شنیدید که میخواست تارای صوتیش رو با آقای همایون به اصطلاح وست کنه و صدای آقای کردستانی رو هم دیشب شنیدید که میگو آقا این بابا مشروط خواهه و صدای ما رو هم قبلن شنیدید که مشروط خواه کیا هستن و صدای شاهنشاه آریامهر رو هم قبلن شنیدید که چه پدری این مشروط خواه از این شاهنشاه و پدرش در بردن و اولین گامی هم که رضا شاه بزرگ گذاشت در واقع مخالفت با مشروطه بود و شاهنشاه آریامهر هم همینطور. و از اونجا که نه پدر و نه پسر ملتی رو در کنار خودشون داشتن، موفق به هیچ چیز نشدن، زیرا که نه که عیب رضا شاه بود و نه اینکه عیب شاهنشاه آریامهر بود که ملت رو در کنارش کنار خودشون نداشتن، بلکه این مشکل تاریخی این سرزمین است و ما به عنوان یک ملت موجودیت نداریم. این مشکل ما است و این خصوصیت رو از ما گرفتن. و اگر به عنوان یک ملت موجودیت داشتیم، 7 میلیون در خارج از میهن، خود این 7 میلیون از کشور اسرائیل بیشتر و 7 میلیون پراکنده و بدون هدف مبارزه، حتی بدون این که خودشو بشناسه، هر یکی حل یک کشور شده و هر یک مشغول در واقع در آوردن دل تاریخی خودشون هستند از این وضعیت دموکراسی که در خارج از میهن موجود هست. حالا اگر به دیده نادرست هم دیده میشن و بهشون
نگاه میشه که به صورت مشتی بیکاره و عرض شود که علاف ریختن تو این سرزمین ها و از ولفر و سوسیال هیلفه و زهرمار استفاده کنن، اگر به صورت بیگانهی که زندگی قارچی دارن بهشون نگاه کنن، زیاد به ملت ایران بر نمیخوره، برای اینکه لاقل یه تفاوتی هست با درون میهن، زیرا که همین شیوه رو در درون میهن هم نسبت به ملت ایران در طی تاریخ داشتن و ملت ایران زیاد بیگانه نیست با اینکه تحقیر بشه در سرزمینی، زیرا که در سرزمین خودش هم تحقیر میشه، در خارج از میهن هم تحقیر بشه بذاریم. لاغر اینجا یه نون مفتی میگیره میخوره، یا با دربدری هم اگر کسانی بخوان کار بکنن و لغمنانی در بیارن، کسی نمیاد بالا سرشون و بزنه تو سرشون بگه حالا نمیدونم خب سینم به من بده، دخترتم به من بده، نمیدونم زنتم من میتونم تصاحب کنم. آقا این مشکلات ما توی خارج از میهن، باور کنید نه در خارج از میهن به این شیوه حل میشه نه در درون میهن. ما مشکلات عدیده داریم بابا، و هر چقدر هم بخوایم که خودمون رو بزنیم به کوچه علی چپ بگیم که نه آقا ما میخوایم ملت درست کنیم، آقا نه میخوایم جنگ بکنیم، میخوایم سرنگون بکنیم، با این حرفا با حلوا حلوا دهان شیرین نمیشه و با این حرفا نه ملتی دور هم جمع میشه و نه برای جمهوری اسلامی اینا خطری هست. اونا خیالشون کاملا راحت، سر جاشون هم محکم نشستن، فقط ما خودمون رو اینجا مسخره کردیم و علتش هم این پراکندگی هست که در خارج از میهن و این پراکندگی تاریخی که ملت ایران دوچار شده هست. و حتی کسانی که میخوان مبارزه بکنن، هر یک میخواد خودش در واقع به تنهایی خودش این راه رو به پیروزی برسونه. بازی به قول معروف مثل بازی فوتبال آمریکای جنوبیه، یه نفر توپو میگیره میگه آقا من میشوتم تا دم دروازه گلو میزنم تا همه افتخار رو نصیب خودم میکنم، و مشکل سر اینه که ما اصلا تو این سرزمین مبارزه تیمی و نمیدونم اینکه یه ملت بخواد همه یه افتخار و نصیب در واقع یه مملکت بکنه و اینا نداریم ما اینا رو، و این مشکل تاریخیه. باور کنید که من به اندازه کافی در ارتباط تمام این مسائل سخن گفتم و امید من اینه که بتونم لااقل کسانی که مردم بهشون اعتماد دارن و در طی سالیانی که در خارج از میهن زندگی کردن و از درون میهن آمدند و صاحب نامی هستند و مشخص هستند در جامعه ایرانی، اینا اگر بتونن یک فرماسیونی ایجاد کنن و در کنار هم قرار بگیرن، میتونن اعتماد ملت ایران رو جلب بکنن. و تا این مسئله اتفاق نیفته، تا اتحادی در خارج از میهن صورت نگیره، اتحاد نیروهای ملی، من موقعی که از سخن از اتحاد به میون میارم، از حزب توده ایران یا سازمان مجاهدین خلق یا نمیدونم پیکار و راه کارگر و نمیدونم جبهه ملی و اینا، من سخن نمیگم. ما ریشه های تاریخی و اجتماعی تمام این گروه ها رو قبلا باز کردیم، گفتیم که اینا نه از ملت ایران هستن و نه برای ملت ایران میخوان مبارزه کنن. اینا هر یک میخوان برای خودشون مبارزه کنن و هر یک میخوان که صد راهی هم برای مبارزه تازه باشن، بسته در واقع ماهیت
قبیله عشیره ایشون هر یک برنامه متفاوت خودش رو داره.